سلام خوانندگان عزیز، درس نوبتی ما به موضوع نابرابری های نشان دهندگی بخشیده می شود. شما از درس گذشته خاصیت های نابرابری ها را می دانید و در اساس آن می توانید نابرابری های داده شده ما را حل کرده توانید. ما اصلا با نابرابری های نمودی AX کلون یا AB یا که AX خورد از عد نشان دهندهش به مشغول می شویم. اصلا نابرابری های نشان دهندگی در اساس خاصیت های فونکسیون نشان دهندگی حل کرده می شوند. در درس گذشته ما تعریف فونکسیون نشان دهندگی را آورده بودیم و در خاصیت های 7-8 ما بیان کردیم که کدام وقت فونکسیون افزون شونده است و کدام وقت کم شونده. و بار دیگر برای شما خاطر رسانی می کنیم که فونکسیون افزون شونده نامیده می شود. من مثلا فونکسیون y برابر a نشان دهنده x هنگام a کلون از اون و a نو برابر 1 بودن افزون شونده است. هنگام a کلون از 1 بودن و هنگام 0 خورد از a خورد از 1 بودن این فونکسیون کم شونده است. من ما در طرف راست تخته حالت فونکسیون افزون شونده و حالت فونکسیون کم شونده رو تصویر کردیم. وقتی که ما نابرابری ها رو حل میکنیم اصلا بعد می دو رسم تکیه میکنیم. رسم بالا این حالتی است که a کلون از 1 است. ما با این تاکید میکنیم. رسم پایان باشد برای حالت 0 خورد از a خورد از 1 دخل دارد. من در مثال 1 میخواهیم که نابرابری 3 در نشان دهنده x خورد از 81 رو حل کنیم. از بس که اساسی نشان دهنده در این مورد a برابر 3 کلون از 1 است، پس فونکسیون y برابر 3 نشان دهنده x فونکسیون افزون شونده است. مدام که فونکسیون افزون شونده است ما از رسم 1 استفاده میبریم و 81 رو همچون 3 نشان دهنده 4 مینویسیم. بنابراین مینویسیم 3 در نشان دهنده x خورد است از 3 نشان دهنده 4. اساس ها برابرند. از بس که فونکسیون افزون شونده است پس x باید خورد از 4 شود. من نوشتم x خورد از 4. همین طور حل نابرابری مثال 1 این همه قیمت های هستند که از 4 در طرف چپ تیر عدد جا گیرند. به مثال 2 میگذاریم. نابرابری 1 تقسیم 2 نشان دهنده x کلون است ریشه از 8 حل کرده شود. در این مورد ما ریشه 8 رو به طور دیگر نوشتن میتونیم. می نویسیم 1 تقسیم 2 در نشان دهنده x کلون است. از بس که 8 این 2 در کوب است، بنابراین ما می نویسیم 2 در نشان دهنده 3 تقسیم 2. 2 نشان دهنده ریشه است، 3 نشان دهنده 2 است که وقتی 2 به 3 می برداریم 8 حاصل می شود. اکنون همین نابرابری رو من در شکل دیگر نوشتم. شکلی که اساس های برابر داشته باشند. من یک تقسیم 2 در نشان دهنده x کلون است، یک تقسیم 2 در نشان دهنده مینوس 3 تقسیم 2. وقتی که من درجه را تغییر دادم به مینوس تغییر دادم، 2 هم به یک تقسیم 2 تبدیل می آمد. و ما آمدیم به نابرابری شکل 1. از بس که در اینجا فونکسیون یک تقسیم 2 نشان دهنده x هنگامی در بین 0 و 1 جاگیر بودن اساس من 0 خورد از 1 تقسیم 2 خورد از 1 فونکسیون کم شونده است، پس ما از زمین نابرابری خلاصه میبریم که خلاصه برعکس می شود. یعنی x باید خورد از شود از مینوس 3 تقسیم 2. پس همه ای عدد هایی که از مینوس 3 تقسیم 2 در طرف چپ جایگیرند حل همین نابرابری شده می تواند. با مثال 3 میگذاریم. در مثال 3 نابرابری نشان دهندگی 3 در نشان دهنده اش x کوادرات مینوس x خورد از 9 داده شده است. ولی 9 رو ما نوشته میتونیم که 3 در کوادرات. بنابراین اساس های ما برابر کردیم. در این مورد هم اساس برابری 3 است از 1 کلون است. قیمتش از 1 کلون است. بنابراین وقتی برابر کردن اساس ها نشان دهنده ها رو می نویسیم با طرز زیادشوی از بس که فونکسیون افزون شونده است. و
پس می نویسیم x کوادرات مینوس x یک بار من دو طرف چپ به برابر گذروندم مینوس 2 خود از 0 می شود. برای نابرابری را حل کردن اول ما برابری را حل میکنیم، یعنی معادله کوادراتی را حل میکنیم. شما در سنف 9 با متدی اینتروال ها آشنایی دارید. بنابراین اول ما ریشه های سه اعضاگی کوادراتی را میابیم. از بس که دیسکریمنت این سه اعضاگی کوادراتی برابر است یک جمع 4 ضرب 2 8 9 میشد، 9 را نوشته میتونیم 3 در کوادرات. وقتی که اون را ما حل میکنیم ریشه های اون را حاصل میکنیم x 1 برابر مینوس 1 و x 2 برابر 2. اکنون قیمت های یافت شده را مینوس 1 و مین 2 را در تیر عددی تصویر میکنیم با ترتیب افزایش اونها. x 1 مینوس 1 x 2 برابر 2 است. و با متد اینتروال جدا میکنیم. دلخواه قیمتی که از 2 در طرف راست جایگیر است انتخاب میکنیم. بگذار منم 3 انتخاب کردیم. وقتی که 3 را در نابرابری میگذاریم، در همین نابرابری وقتی که میگذاریم 3 در کوادرات 9 9 مینوس 3 6 6 مینوس 4 2 این قیمت مثبت میشود. وقتی که قیمت از مینوس 1 تا 2 انتخاب میکنیم من بگذار قیمت 0 میگیریم، در بین مینوس 1 و 2 جایگیر است. در اینجا میگذاریم 0 در کوادرات 0 مینوس 0 0 شد میموند عدد منفی مینوس 2، یعنی در پرچه از مینوس 1 تا 2 قیمت نابرابری منفی میشده است. همین طور در پرچه مین بعدا من فرض کنیم که مینوس 5 میگیریم، عدد مینوس 5 از مینوس 1 خورد است، یعنی در طرف چپ جایگیر است. وقتی که با جای x قیمت مینوس 5 میگذاریم مینوس 5 در کوادرات 25 میشد، 25 جمع 5 30، از 30 دوران میگیریم 28 میشد، یعنی قیمت مثبت میشد. ولی برای ما همون قیمت های حسن توجه میبخشند که اگر نابرابری خورد از 0 باشد. بنابراین به صفت حل نابرابری ما فاصله از مینوس 1 تا 2 را انتخاب میکنیم. جواب میشود از مینوس 1 خورد x، x خورد از 2. و به مثال 4 میگذاریم. مثال 4 از 3 مثال اولا فرق میکند. داده شده است نابرابری 16 در نشان دهنده x جمع 4 در نشان دهنده x طرح 2 کلون از 0. از بس که اساسی نشان دهنده 4 از یک کلون است، پس اشاره میکنیم 4 نشان دهنده x برابر t. t در اینجا عدد مثبت است، چون که 4 درجه x هیچ وقت قیمت منفی قبول نمیکند. وقتی که قیمت را آورده با نابرابری داشته میگذاریم 4 در نشان دهنده dx به 16 برابر می شود، بنابراین نابرابری t کوادرات جمع t طرح 2 کلون از 0 رو صاحب می شود. طور پیشتر تحقیق کردیم اول سه اعضاگی کوادراتی رو حل میکنیم. معادله کوادراتی t کوادرات جمع t طرح 2 برابر 0 دارای دو ریشه است و یکی از اونها را اگر در تیر عددی تصویر کنیم t خورد مینوس 2 میشد، دیگرش t کلون از 1 رو قناعت میکند. اکنون به تقریبا ده اولا برمیگردیم، به جای t قیمت 4 در نشان دهنده x رو میگذاریم. بنابراین وقتی که 4 نشان دهنده x خورد از مینوس 2 میگذاریم، قیمت مینوس 2 رو به جای t گذاشتیم. از بس که درجه هیچ وقت قیمت منفی قبول نمیکند، پس در این مورد نابرابری حل ندارد. چیزی که پیشکی شرط کردیم ما یک دوره میکشیم خط میکشیم، معنی اون را دارد که در این حالت نابرابری حل ندارد. مورد دیوم رو میبینیم، یعنی به جای t قیمت 1 رو میگذاریم، 4 در نشان دهنده x کلون است از 1، ولی این 1 رو ما نوشته میتونیم 4 در نشان دهنده 0. همین طور نابرابری 4 نشان دهنده x کلون است 4 در نشان دهنده 0 حاصل شد. از بس که فونکسیای y برابر 4 درجهش x فونکسیای افزون شونده است، پس ما نوشته میتونیم که از اون که اساسای برابر دارن نشان دهنده ها باید نابرابری قانونی سازند، یعنی x کلون 0. این معنا دارد که همه عددهای مثبت میتوانند حل نابرابری 4 شوند.
نابرابری‌ها رو اینچنین با طرز ساختن گرافیک‌ها نیز حل کردن ممکن است. من مثال در مثال من بعدن مثال 5 طلب کرده می‌شد مدل 1 تقسیم 3 در نشان دهنده x برابر x مینوس 2 تقسیم 3 با طرز گرافیکی حل کرده شود. این چی معنی دارد؟ این معنی دارد که گرافیک‌های این فونکسیون‌ها رو ساخته، فونکسیون‌های در طرف چپ بوده و در طرف راست بوده رو ساخته، نقطه برش آنها را یافتن لازم است. ما من همین طور رفتار کردیم. گرافیک فونکسیون ایگرگ برابر 1 تقسیم 3 در نشان دهنده ایکس من در طرف چپ تصویر یافته است. گرافیک فونکسیون ایگرگ برابر ایکس مینوس 2 تقسیم 3 این از خط راست عبارت است. من تصویر یافته است که زیاد شده بالا رفته است. گرافیک فونکسیون ایگرگ برابر 1 تقسیم 3 باشد کم شده با پایان با تیر ایکس خیلی نزدیک اومده است. و در اساس همین ما ابسیس آنها رو برابر کرده میخواهیم که قیمت های این دو فونکسیون رو یابیم. معلوم است که اگر ما به جای ایکس قیمت 1 رو گذاریم انا 1 تقسیم 3 در طرف چپ حاصل میشه این برابر است به جای ایکس 1 مونیم 1 مینوس 2 تقسیم 3 3 رو به 1 ضرب میزنیم 3 2 رو تر میکنیم میشه 1 تقسیم 3 یعنی طرف راست و طرف چپ برابری برابر شدن پس این معادله حل x برابر 1 رو صاحب است. لیکن به خاطر می آوریم که a برابر است به 1 تقسیم 3 از 1 خرد است. اساس از 1 خرد است. بنابراین فونکسیون y برابر 1 تقسیم 3 در نشان دهنده x همچو فونکسیون کم شونده است. و برعکس فونکسیون y برابر x مینوس 2 تقسیم 3 فونکسیون افزون شونده می شود. در قیمت x برابر 1 گرافیک های یک دیگر را می برند. لیکن اگر x خرد از 1 شود، هنگام x خرد از 1 بودن، هر یک قیمت فونکسیون y برابر 1 تقسیم 3 در نشان دهنده x از هر یک قیمت موافق فونکسیون y برابر x مینوس 2 تقسیم 3 بالاتر جایگیر است. برعکس وقتی که از نقطه 1 به طرف راست میگذاریم هر یک نقطه گرافیک فونکسیون y برابر 1 تقسیم 3 در نشان دهنده x از گرافیک فونکسیون خطی x مینوس 2 تقسیم 3 پایان‌تر جایگیر می‌شود. با عبارت دیگر گوییم با طرز گیومتری هنگامی که از روی خط کج و از روی خط راست ما حرکت می‌کنیم هم به چپ هم به راست گرافیک‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. یعنی دیگر قیمتی وجود ندارد که هر دو این گرافیک رو قانع گرداند. بنابراین در این مورد میگویم که این مدل گرافیکی یا گرافیکو حل یگانه دارد. این حل x برابر 1 است. در مثال 6 مدل نشان دهندگی نه بلکه نابرابری نشان دهندگی داده شده است. 2 تقسیم 5 در نشان دهنده ریشه از 2 مینوس x کلون است از 2 تقسیم 5 در نشان دهنده x. در این مورد قیمت a یعنی 2 از 10 5 از 1 خرد است. یعنی ما باز از نو با فونکسیون کم شونده 2 تقسیم 5 درجه x سرکار داریم. همین رو از خاطر نمیبریم. و از بس که فونکسیون کم شونده است پس وقتی که ما نشان دهنده ها میگیریم نابرابری چپا میگردد. یعنی برای می نوشتیم که ریشه از 2 مینوس x خرد است از x. اکنون این نابرابری برای کی معنا دارد؟ همون وقت معنا دارد که اگر افاده تحت ریشگی عددی غیر منفی باشد. یعنی معنا دارد که x باید خرد و برابری 2 باشد. از 2 زیاد باید نشود. بنابراین هر طرفی نابرابری رو ما با کوادرات برداشته حاصل میکنیم که هنگام با کوادرات برداشتن کوادرات با ریشه اختصار میشود. یعنی باقی میماند 2 مینوس x خرد از x کوادرات و از اینجا به یک طرف برابری نامعلوم رو اگر گذارونیم به طرف x کوادرات دور میشود x کوادرات. اینجا مینوس x بود وقتی به طرف راست میگذارونیم پلوس x میشود. پلوس 2 بود وقتی که به طرف راست میگذارونیم علامتش تغییر مییابد مینوس 2 میشود کلونی 0. ما همین طور حاصل کردیم نابرابری انا همین رو.
با متد اینتروالو ما اول میتونیم این را حل کنیم که یک بار ما با ظرف شما دو جدا کرده حاصل کردیم که x یا میتوند از مینوس یک خور شود یا میتوند x از یک کلون شود. امین حالت رو ما در تیری عددی تصویر میکنیم. من قیمتی فونکسی دو داشته باید از دو زیاد نشود. یعنی سرحدی که گذاشته میشود باید قیمت از دو زیاد نشود. اینجا باشد دو مورد میشود. از مینوس دو در طرف چپ و از یک در طرف راست. اگر ما بروش این پرچه ها را به اعتبار گیریم، تنها پرچه از یک تا دو میتوند این نابرابری را قناعت کنند. پس در جواب ما نوشته میتونیم که فاصله از یک خورد از ایکس خورد برابر دو نابرابری را قانع میسازد. در اینجا نقطه دو داخل میشود ولی نقطه های مینوس یک داخل نیستند. بنابراین نابرابری قطعی نوشته شده است. در مثال من بعد شکل دیگری نابرابری درجگی یا نشان دهندگی داده شده است که اساس آن عدد دو است. برای حل کردن این نابرابری ما اول درجه ها رو میکشویم. یعنی می نویسیم دو در نشان دهندهش x ضرب دو در نشان دهندهش مینوس یک جمع دو در نشان دهندهش x ضرب دو در نشان دهنده 3. و از اینجا اگر دو x رو با واسطه t اشاره کنیم ما حاصل میکنیم دو در نشان دهنده مینوس یک برابر است یک تقسیم دو. بنابراین میشه t تقسیم دو جمع دو در نشان دهنده 3 این 8 است. بنابراین میشه 8 ضرب t چون دو نشان دهنده x رو ما با t اشاره کردیم. کلونی 17. و اگر ما هر دو طرفی نابرابری رو با عدد دو ضرب زنیم یا که با مخرج عمومی بیاریم با عبارت دیگر آنگاه حاصل میکنیم t با دو ضرب زنیم 16 t میشد با دو ضرب زنیم 34 t. از اینجا 16 t جمع t میشد 17 t کلون است از 34. هر دو طرف نابرابری رو ما به 17 تقسیم کنیم اگر حاصل میکنیم t کلون 2. یعنی در تیری عددی ما اگر نابرابری رو حل کنیم و حل اون رو تصویر کنیم پس معلوم میشه که همه عددهایی که در طرف راست دو جای گیرند خود عد داخل نمیشه در این مورد. حل های نابرابری دو داشته میباشند. برای مستحکم کردن دانش شما بچه های عزیز ما مشق‌ها رو برای کار مستقلانه پیشنهاد میکنیم. چون انانه ما مشق‌ها اصلا از سه قسم عبارتند. در مشق‌های گروه یک طلب کرده میشود که نابرابری عادی حل کرده شود. و منم برای این 8 مثال داشته است. در مثال‌های گروه دو طلب کرده میشود که معادله رو با طرز گرافیکی حل کنیم. و در مثال‌های گروه سه علاقه نابرابری های جدیتر داده می شوند طلب کرده می شود که حل نابرابری ها یافته شود. در همین جا درس ما خاتمه می یابد. به همه شما برای کار تن صحت خیر تا درس من بعدم.